آبادان عزیز و بینندگان تلویزیون سیمای باختر، ما از بالا سر برنامه شما سلام تقدیم میکنم. این همایشی که امروز شما میبینین به مناسبت کشته شدن فجیع خانم هما، خانم 38 ساله و دخترش نجلا که در یک آپارتمان بود طبقه هشتمش زمانی که دروازه پلیس و شوهرش نوزر باز کردن جسد بیجان اونها رو در این آپارتمان که در طبقه هشتم پیدا شد و این تعداد زیادی که شما میبینین که همچنین که آمدن ما یک تعداد فاصله بسیار زیاده رو بیشتر از 1.5 کیلومتر که آدم آمدن برای اولین بار بسیار مهم بود که تمام همسایه ها از پنجره های کلکین این مارش رو میدیدن که همه غمگین با صدای آرام بدون شوق های مرگ و این مرگ دارم بدن با نظم ترتیب بسیار خاصی خود را به اینجا رساندن و واقعا دانستن که وظیفه خود را عبارت از همشرکی است و عدالت خواهی است به خانم هما و دخترش اقراف کنند. جلو دروازه جمع شدن، دروازه خانه همیشت ما عکس زیر از گزارش که پلیس داده بود دیدم و اکثر همسایه چند نفر از نزدیکان که بسیار متاثر شدن چشمانشان پر اشک است و خانم ها با گلهای سفید آمدن و عدالت خواهی میخوان که پلیس هر چه زودتر مسئولین قتل دو خانم را پیدا کنند تا اینکه این جنایت به فراموشی سپرده است. ما در تمام مسیر را که می آمدن که حدوداً چیزی کم 2 کیلومتر بود ما 1 ساعت به اصطلاح در حرکت بودیم و اولین دفعه این مسئله بسیار مهمه بود که دو نفر از اقوام نزدیکشان و اکثرا کسانی که اینجا میبینین همه در حالت گریه هستن و غمشده که خود اعلان میکنن و همه متاثر هستن واقعا و هر کس که میبینی چهرش غمگین است و خشم نفرت خود را به قاتلین این دو خانم مظلوم ابراز میکنن و همه با گلها استاده هستن و روی کاغذها که نوشته است فقط نوشته است چرا؟ یعنی چرا این قتل اتفاق افتاده و پلیس آلمان و خصوصا پلیس برلین باید تمام تلاش خود را به کار ببره تا یک عاملین این قتل را هر چه زودتر بسپاره پیدا بکنه تا اینکه به اصطلاح هم فامیل و هم غم شریک هایی که امروز آمدن تقریبا احساس و آرامش نسبی داشته باشه. شماره از همسایه هم آمدن که او را میشناختن بسیار خوب و کسی از دوستان صحبت میکنه که میکروفون به دست نیست. فقط خودا همشانی که خود را اظهار کرد که پلیس باید قاتل را پیدا بکنه. با سایت را آخر سایتون لطفاً از زیب به سرک آزاد کنید. لطفاً دوست در تمام مسیر را پلیس برای بند کردن جاده ها و بستر وسیله ای راهپیمایی را فراهم کنند همکاری کردند. ابتدا اصلاف همه فرهنگ افغانستان البته در این همایشی که گزارشات در مفصل به شما دادم مثلا با خانم مردانزی صحبت میکنیم، یکی از خانمان فعال برلین که در همه مناسبات شرکت دارن. خانم مردانزی بفرمایید که این همایش
برای چی برگزار شده بود؟ ما فعلا می‌خواستیم برای ما خاطر ما شب فضیله داریم که امکان داره یه از طرف دل پادشاه این عمل انجام شده، این جنایت انجام شده و ما می‌خواهیم که به این کار خود برای همه نشان بدیم که ما آرام نمی‌کشیم وقتی خون اینا خون دیگنا بریزه ما آرام نمی‌کشیم و این تظاهرات هم به مخاطب ما برگزار کردیم به کمک بسیار نمای قوی آلمانی که آمده بودند و اونا ما را حمایت کردن در این سال و امیدوار هستم که صدای این بیگناه خاموش نشد و ادامه بیفته و پشت قاتلش را بگیرن و هرچی زودتر به جزایش برسانن به خاطر که نباید این چیزا زیاد شود و ما خواستیم و صدای خیلی حتما مراسم خاکسپاری هم بعدا صورت خواهد گرفت اونجا هم حتما میان شما میان و دست آوردم نظر به معلوماتی که ما داریم ما جنازه به افغانستان انتقال داده میشه و همونجا دفن و همه کار اونجا است که از این خاطر چون این جنازه نه کافیای داشتی نه تشی جنازه داشتی نه ما خواستیم امروز همه جمع شویم و بخصوص در منطقه که همیشه خانم به اصطلاح عملای ضد خارجی برش انجام شده بود چیزی که ما از زبان دوستایش میدونم که همیشه در این منطقه کوشش میکردن مثلا ابروش دف انداختن مثلا کارایی کردن که دختره که در مکتب جزا میدادن و این خانم همیشه ترس داشت و یک ترس همیشه خانه میرفت و همیشه همسایه هم خطرناک است ما از این خاطر همه دست جمع کردیم و خواستیم برای همسایه‌هاش نشان بدیم که ما از خانه خاموش نمی‌شیم. البته بیشتر گفتم بشه که در قسمت شرق برلین خصوصا ماسون نیروهای افرادگرایی بیشتر هستن و مزاحمت‌های برای خارجی‌ها و برای مسلمان‌ها شروع میشه. در همین رابطه این خانم و دخترش هم حتما باعث مزاحمتشان شدن و برایشان حرف‌های زشت گفته باشن. بسیار زیاد دوستایش میدم من این خانم چند بار در مجالس خانم ها دیده بودم و همیش شکایت ازی بود که این میترسید بسیار ترس داشت از همسایه خود و عملات انجام شده بود چی در مدرسه چی در مکتب دخترش و چی در بین همسایه هایش اینجا خب بسیار تشکر از شما و از حضور شما Es ist nicht für Sie. Sie sind ja nicht schuldig, sondern dass man rausfindet, wer Schuldige ist. Sie können mich anrufen, hier ist auch meine. ببخشید آقای ظاهر من مناجم زاده هستم این گزارشات را دنبال کردم خواستم از شما بپرسم که آیا در این رابطه کسی تا حال بازداشت شده و پلیس چرا اینقدر نو روز یا در روز را معطل کرده اولا نمیفهم چون پلیس هم کار خودشان هم میکنه درست است ما در این مملکت زندگی میکنیم که اینجا قانون وجود داره ما همیشه به قانون تسلیم هستیم و فعلا ما منتظر پلیس هستیم که برای ما چی میگه تا بود چیزی خاصی آیا امکان زیره هست که کسانی از بیرون که گویا گفته میشه افراد گرایان راست گرایان خصوصا در مرچان تعدادشون زیاد است و همیشه گفته میشه که در فروشگاه ها در بین اشتراسبان و اسپان مزاحمت های ایجاد میکنن حالا در این رابطه شما هم خانم شما متوجه هستید تشکر ما این مصیبت رو به شما واقعا تسلیت میگم روز و شاد باشه خداوند به شما صبر بده و هر چه عاجلتر این مسئله معلوم شود تا اینکه عاملین یا عامل این جنایت نوک پیدا شود و به دست قانون سپرده شود و افغان ها از محکوم شدن این قاتل وحشتناک اقلا رویشون و چیشون تسلیت پیدا کنه تشکر از شما بازم برای شما تسلیت میگم امیدوار هستم که این مصیبت بزرگ را بتونین با صبر و شکیبایی تحمل کنین تشکر خانم عزیزی شما هم در این همایش شرکت داشتین و دیدین که تعداد زیادی از هموطنان ما برای غمشریکی حدود 2 کیلومتر پیاده تا کنار خانهشان رسیدن شما در این رابطه چی اسم میکنین و چی چیزهایی شما در این رابطه شنیدین و مجموعا این همایش از طرف کدام نهادها برگزار شده به نوبت از خود تسلیت عرض میکنم به تمام
مردم عزیز کشور خو افغانستان نه تنها یک قمیه برای ما قمیه بزرگ نسبت به خیلی کشتارهایی که به کشور ما میشه. ما از کشور خو به این طریق بیامادیم به اینجا که به یک آرامش برسیم، ولی به اینجا هم که میبینیم نه اینجا هم همو آدسه ها به سر ما اتفاق میفته پیش میایه. ولی خب بازم تسلیت میگم، من چیزایی که میفهم اینه که بله به دست نمیفهم چه کسایی این اتفاق افتاده و این خانم و این طفل معصومشان به شهادت رسیدن. ما از طرف نهادهایی هستیم مثل ایثار نور، انجمن خیریه ایثار نور و خیلی انجمنهای دیگه، این گرده همایی با هم دیگه کنار هم انجام دادیم و خواستیم که یک صدایی باشیم و دست به دست هم داده به مردم بفهمونیم که ما هم حق اولویت برای زندگی داریم و ما هم میخواییم زندگی کنیم و ما هم انسانهایی هستیم که هوای تازه، نفس تازه و یک جای آرامش احتیاج داریم، نه تنها به کشتار و غم به دنیا نیامادیم که هم به کشور خود خود بخواییم اتفاقا جلو ببریم و هم به کشور غریبه به خاطر یک زن مسلمان ما و سر یک طفل معصوم ما همچین اتفاقا بفته. خانم عزیز، شما در مدت 5 سالی که در اینجا هستین، آیا در خیابان‌ها، در فروشگاه‌ها، در قطار و مترو گاهی وقت شده که حرفای نامطلوبی شنیده باشین؟ بله بله، چرا که نه. من اتفاقا در این مدتی که 5 سال میشه به آلمان زندگی میکنم، 2 الی 3 بار بر من همچین اتفاقای افتاده. حتی به خاطر اجاب کدارم باعث ضرب و شتم قرار گرفتم، باعث حرفای نادرست قرار گرفتم. حجابی که ما داریم به خاطر مسلمانیت ما خیلی چیزا بر ما اتفاقای میفته و خیلی حرفای نامربوط شنیده میتونیم. فکر نمی کنم که چیزی باشه که انجام نشده باشه سر هیچ زن مسلمانی، به یه حرفای نامربوط به هیچ زن مسلمانی گفته نشده باشه. صد تشکر از شما. خانم عزیز، ما در ختم همایش به خانم هاشمی که قبلا هم دیدیم، میخواستیم در مقابل خانه خانم هما، خانم 35 ساله که در همین منطقه مرتسان با دختر 9 سالش کشته شده بود، صحبت کنم. خانم صفیگر، چی شما ببخشید؟ یک لحظه ببخشید. خانم هاشمی بفرمایید، شما هم در این همایش شرکت کردین و طوری که من شنیدم شما هم 5 سال است که در اینجا هستین با یک نهاد کلانی که زیادتر از 60 تا 100 نفر خانمای افغان با هم میشینین، اگه لطفا کوتاه نهادی که شما کار میکنین که به همکاری همین نهاد شما در این همایش هم حضور داشتن، اگر کوتاه صحبت بکنین. من عرض تسلیت دارم به خانواده مرحومه و ما یک نهاد خیریه هستیم که حدود سال 2016 شروع به کار کردیم. ما کار ما مختص برای کار حکومت رسانی افغانستان نفت در افغانستان، ایران، پاکستان و جمهوری آفریقایی ایران سوریه. واقعا این جای تاسف است که هر جای مرحومه ما باید خونش ریخته شد، خصوص خانمای افغان. و بعضی موقع میگن از ماست که بر ماست، چرا که ما هیچ وقت بازخواستگری نداریم و کسی نیست که از حق و حقوق یک خانم افغان یا از یک افغان دفاع کنه. و من بسیار دوست داشتم که تمام فامیلای افغان که در برلین زندگی میکنن یا در شهرهای دیگه در این راهپیمایی شرکت کنن و خواستار پیگیری برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین باشن. شما در این مدت چند سالی که هستین، آیا شخصا در فروشگاه ها، در اشتراسبان یا قطارهای زیرزمینی، آیا کدام صحبت ها یا کدام گپ های نامناسب شنیده باشین به عنوانی که حجاب دارین یا خارجی هستین یا مسلمان هستین؟ من در برلین نه، مثلا شاید چنین چیز خودم شخصا نبودیم، اما متاسفانه زیاد شنیدیم از دیگران که همچین داستانهایی برشان رخ داده یا مشکلاتی داشتن به خاطری که چادر دارن یا از کشور دیگه یا آمدن آسیایی هستن، مورد حمله قرار گرفتن یا باشان و برخورد تبعیض‌آمیز صورت گرفتن. اما خودم خوشبختانه تا حالا یک همچین موضوع برام رخ نداده. لطفا از نهادی که شما باشون کار میکنین و در این همایش هم نقش اساسی رو داشتن کوتاه یک دفعه دیگه اگر معرفی بکنه. بنیاد ما بنیاد خیریه ایثار نور هست و یک بنیاد شخصی هست، مرتبط به کدام جایی به خصوصی نیست، یعنی مثلا یک نهاد مردمی هست، نهادی نیست که کارهای سیاسی و اینا نمی کنه. فقط با
ما در خدمت انسان‌های دیگه هستیم، بدون تبعیض، بدون نژاد، بدون کامدری، و کارمون فقط برای رضای خدا و خدمت خدا هست. تشکر از شما.